خانم فیلسوف، بفهمید که چرا شرکت جامعه ایرانی در این انتخابات به نظر شما مهمه و چه تأثیری داره؟ خیلی ممنونم که این فرصت رو من دادید. من معتقدم که جامعه ایرانی این حق رو بهش دادن. It is the right. بنابراین این حق رو باید داشته باشن که این رأی رو بدن. مهمه، جامعه ایرانی باید بیشتر اینوالو بشه، باید بیشتر خودش وارد سیاست کنه، به خاطر اینکه یاد بگیره چگونه از موهبت های این کشور استفاده کنه، به خصوص از دموکراسی این کشور، از اینکه تمام حق و حقوق رو بهش دادن به عنوان یک انسان بره و از اونها استفاده کنه. و دادن رأی یکی از مهمترین وظایف ما ایرانی ها هست، چون ما در ایران این رو نداشتیم ولی اینجا این حق رو داریم که این کار رو بکنیم. بنابراین من از همه خواهش میکنم روز انتخابات برن و حتما رأی بدن. سپاسگزارم. مهمه که ایرانیا در این انتخابات شرکت کنن. در واقع ما برای سرنوشت خودمون انتخاب میکنیم که در آینده چه کسایی میتونن بیشتر به ما کمک کنن برای اینکه شهر بهتری، کشور بهتری داشته باشیم که برای زندگیمون انتخاب کردیم. من فکر میکنم که ما اومدیم در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنیم، باید از موهبت ها و قوانین دموکراتیکش استفاده بکنیم. بنابراین هر وقت ما شرکت بکنیم به خواسته های دموکراتیکمون میرسیم، ولی اگر ما شرکت نکنیم به خواسته های دموکراتیکمون نمیرسیم. فرق نمیکنه حالا چه ایرانی باشیم چه ما را هر کامیونیتی باشیم، اگر میخوایم توی سرنوشت زندگی خودمون، بچه هامون مؤثر باشیم، طبیعیه که باید تو انتخاب دولت تأثیر داشته باشیم، چه حالا دولت استانی چه دولت فدرال. باید بریم رأی بدیم، بررسی کنیم ببینیم کدوم دولت، کدوم درقد پارتی شرایط بهتری رو برای ملت فراهم میکنه، بررسی کنیم و بریم رأی بدیم. این طبیعیه که باید این بررسی‌ها رو انجام بدیم و بهترین انتخاب داشته باشیم و حتماً رأی بدیم. از نظر شما مشکل مهمی که الان در بی سی وجود داره برای مردم چی هست؟ فکر می‌کنی این انتخابات میتونه توش تأثیر بذاره؟ این مشکلات اینجا زیاد هستش. یک مشکل خب به حسرت گرون بودن و شهر ونکوور به عنوان مرکز بی سی، خب می‌دونیم شهر گرونی است. این گرونی یه مقدار در حقیقت تاثیرگذاره توی زندگی آدما، از اون ور توی در حقیقت به قول معروف خونه، تهیه خونه، چه شما خونه بخوای بخری چه بخوای اجاره بکنی، اینجا به هر صورت اجاره ها و هزینه خونه خیلی بالا هست. از اون ور یه مشکل دیگه هم که حالا بیشترم شامل فقط بی سی نیست، بحث تحصیلات، ادویکیشن دوستان ایرانی که تش میارن اینجا، تحصیلاتشون در حقیقت به نوعی اینجا محسوب نمیشه، مجبورن دوباره از صفر شروع کنن و این یکی از بزرگترین معضلات در حقیقت مهاجرین اینجا هست. امیر جان شما هم بگو که فکر میکنید در عمل چه تأثیری داره شرکت جامعه ایرانی در این انتخابات؟ تأثیراتش خیلی زیاده. از یه طرف به عنوان شهروند خب وظیفه شهروندی هست، از طرف دیگه این رأی به مسائلی هستش که در زندگی روزمره ما تاثیر مستقیم دارن، مسائلی مثل بهداشت، مثل آموزش پرورش، حمل و نقل، اشتغال. اینا مسائلی هستن که خیلی خیلی زیاد ما باش دست و پنجه نرم میکنیم و حتی از مسائل فدرال هم بیشتر در زندگی ما تاثیر داره. به عنوان جامعه ایرانی ما احزاب میدونن که ما رأی دادیم، اگر مشارکت ما پایین باشه خب طبیعتاً خیلی هم در تصمیم گیری اونا به حساب نمیان. اونا نمیدونن ما به کی رأی دادیم، ولی میدونند که ما رأی میدیم و رأیمون رو رکوردشو دارن. جامعه ایرانی باید متوجه این ام باشه که بچه ها از اونها تقلید میکنن. برای اینکه آینده بچه هامون رو اینجا تامین بکنیم، باید اونها در این فعالیت های سیاسی هم شرکت مؤثر و موفق داشته باشن. ما باید بتونیم به طور مثبت و با یک ویژن خوب با آیندهمون و به اون کاندیداهایی که آینده ما رو تامین میکنن رأی بدیم. ابتدا باید اونها رو شناسایی کنیم، در مراسمی که گذاشته میشه برای که کاندیداها رو شناسایی کنیم شرکت مؤثر و موفق داشته باشیم و با آگاهی لازم رأی بدیم. این یک شانسیه که ما در اینجا داریم. من فکر میکنم در گذشته شاید ما در کشور خودمون این شانس رو نداشتیم، چرا ازش استفاده نکنیم؟ با توجه به تجربه طولانی زندگی در کانادا، برای شما فکر میکنید در عمل چه تأثیری میذاره؟ واقعا اتفاقی میفته که این حزب یا اون حزب انتخاب بشه؟ مهم نیست کدوم حزب انتخاب بشه، مهم اینه که شما با کاندیدی که در رایدینگ خودتون دارید بهش رای دادید، ارتباط گرفتید، توقعاتتون رو بهش گفتید، بهش رای دادید و بعدها ازش متوقع هستید که یادت میاد من بهش رای دادم، به شما رای دادم، یادت میاد که این قولها رو دادی، اون قولها رو بهش رسیدگی کن. و بعد این رو در عمل شاید دو دههی که من زندگی میکنم دیدم که مسئول هستن و به این امر رسیدگی میکنن.
همطور که میدونید انجمن متخصصین بهداشت و درمان ایرانی بریتیش کلمبیا مدتی تأسیس شده و هدفش کمک به همه همکاران هم از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و سایر حرف وابسته گروه پزشکی هست که به کانادا و مخصوصا بی سی مهاجرت میکنن و در این راه آماده هر گونه همکاری با اونا هستیم. با توجه به حضور حد اکثری مردم در انتخابات، مخصوصا جامعه ایرانی و پیدا کردن راه حل‌های مناسب برای گروه تحصیل کرده ایرانی هم از گروه پزشکی و غیر پزشکی، ضرورت ایجاب میکنه که همه ما در انتخابات شرکت بکنیم و بتونیم به اون اهدافی که در جامعه ایرانی مورد نظر اون هست بهش برسیم. ما هدفمون اینه که جامعه ایرانی ها بیشتر دخالت کنن تو سیستم سیاسی اجتماعی کانادا و فکر میکنیم تا حدی تونستیم موفق باشیم، مخصوصا وقتی که مواقع انتخابات از طریق سیویک‌آرسی برنامه‌ای می‌ذاریم که بتونن نماینده‌ها صحبتشون رو بکنن. ما از سال 2010 که سیویک اسوسییشن رو تأسیس کردیم، هدفمون این بود که جامعه ایرانی بیاد تو صحنه اجتماعی سیاسی کانادا و در واقع اینجا خانه دومشه، اینجا بتونه کاندیداهایی که منافعش رو تأمین کنن بشناسه، انتخاب کنه و به پارلمان بفرسته. این یک برنامه از برنامه‌های ما بود که برای پروونشال الیکشن، انتخابات استانی برگزار شد. برنامه‌های دیگه ای ما در ترای سیتی و برناوی خواهد بود و این روالیه که ما از سال 2010 در تمام انتخابات فدرال، پروونشال و شهرداری‌ها انجام دادیم. چقدر تأثیر داشته در عمل؟ شما چه فیدبکی گرفتین از برگزاری چنین جلساتی؟ به نظر ما خیلی تأثیرگذار تونسته باشه، چون خیلی وقتا جامعه ایرانی راحت نیستن تو برنامه های دیگه شرکت کنن و این که ما تونستیم جامعه رو معرفی کنیم به سیستم سیاسی اجتماعی کانادا خیلی مفید بوده و الان دیگه مسئولیت خودمون میدونیم که وقتی انتخابات پیش میاد ما هم دخیل باشیم. فهم کنید چه حرف دوست دارید با مردم در میون بذارید، چون هنوز انتخابات برگزار نشده و در پیش رو هست. من فکر میکنم همه مردم به مشارکت بیشتر توی انتخابات که 9 می هست دعوت کنیم. در ضمن یه نکته اساسی رو بگم، پولیتیشن ها، سیاست مدارا اون قدری در واقع کردیت و اعتبار میدن به یک کامیونیتی که بیاد و تو پروسه انتخاب سیاستمدار شرکت کنه. بنابراین اگر میخواهید در جامعه کانادا وزن که شایستش هستید داشته باشید، جامعه ایرانی حتما در انتخابات شرکت کنید. هر گروهی از جامعه که شرکت میکنه تو انتخابات در حقیقت داره صداشو بلند میکنه و باعث میشه که سیاستمدارا براشون مهم بشه که ما مشکلاتمون چیه و اظهار نظرامون رو جدی بگیرن. واسه همین خیلی مهمه که ما شرکت کنیم، وگرنه توی این جامعه صدامون خیلی کمتر خواهد بود.